ادامه میدیم با بحث استراتژی ورود و خروج. دوستان خیلی خوش آمد میگم خدمتتون، هم من هم همکارانم قراره در ویدیوهای مختلف هر کدومم نظر خودمون رو در مورد ترید و استراتژی ورود و خروج خدمت شما بگیم. اول از همه در مورد خودم و استراتژی خودم باهاتون صحبت میکنم که در واقع سبکی که من کار میکنم سبک عرضه و تقاضا هستش که به مرور زمان یک سری تجربیات خودم رو اضافه کردم و بیشتر با میشه گفت هم پرایس اکشن رو من کار میکنم، هم تحلیل های تکنیکالی که میتونیم بگیم ICT RTM. و خب وقتی اینطوری خدمتتون بگم یک سری قوانین وجود داره که ما روی کاغذ اونها رو مینویسیم و حالا مثل بخوام براتون مقایسه کنم مثل درس خوندن میمونه که شما مطلب رو یاد میگیرین اما بحث تجربی و بحث عمل کردن به اونها متفاوت هستش. برای همین من قصد دارم به نوبه خودم در این ویدیو حدود چند دقیقه در مورد این موضوع صحبت کنم که شما زمانی که دارین ترید رو یاد میگیرین و با قوانین آشنا میشین و با اصطلاحات و نحوه کار کردن تحلیل تکنیکال آشنا میشین یک مقدار از تجربه ما هم بتونید استفاده کنیم و از همون اول بهتون کمک کنیم که اون راه درست رو برین و اون هزینه ها و زمان هایی که ما گذاشتیم انجام دادیم تا به این استراتژی برسیم و اینطوری ترید انجام بدیم رو برای شما کمتر کنیم. فقط به یاد داشته باشین که لازمه هر چیزی تمرین هستش و بسیار باید تمرین کنیم و نظر شخصی خود من این هست تریدری که میخواد تازه شروع کرده و میخواد تریدر بشه باید زمان زیادی رو با سیستم بگذرونه و چارت های مختلف رو ببینه در تایم های مختلف، ساعت های مختلف تا رفتار بازار رو متوجه بشه. و قبل از این که در مورد بریم برای روی کندل ها و استراتژی ورود و خروج این رو هم خدمتتون بگم چون بحث ترید هست و اینکه چطوری وارد میشیم، چیزی که من خودم اوایل به مشکل میخوردم و سعی کردم اینو درست کنم یه فراموشکاری در ترید هستش. ما یک سری قوانین رو میدونیم ولی بعد از یه مدت که میگذره و خیلی خوب داریم سود میکنیم، میریم جلو داره کامل مثل یک چرخه و مثل یک اینطوری بهتون بگم که قلتری که داره به سمت جلو میره، یک تایری که داره حرکت میکنه، شما دارین دقیقا مسیر بازار رو متوجه میشین و درکش میکنین و این باعث میشه که دیگه یه سری چیزها رو فراموش کنین. اون نقطه که شما دارین فراموش میکنین بسیار نقطه خطرناکی هستش. برای همین من بهتون پیشنهاد میکنم در کنار این که صحبتهای من و همکارانم رو میشنوین و هر سبکی خودتون دارین و هر علمی دارین حتما یک چکلیستی کنار خودتون داشته باشین و مثلا همیشه چک کنین ببینین آیا اون رفتاریه که مثلا ما به شما پیشنهاد کردیم یا نه، یا اگر یک آموزش دیگه ای داریدین اون استاد و راهنمای شما به شما پیشنهاد داده یا نه. اگر جوابتون نه هست اون کارو نکنین چون شما دارین خودتون یه چیزی رو به مارکت اضافه میکنین و این باعث میشه در بلند مدت باعث از بین رفتن سرمایه شما بشه. این حرف من رو عزیزانی که این با این مشکل خوردن الان بهتر متوجه میشن. اگر حرف من رو الان کامل متوجه نشدین به نظر من که یه قدم جلوتر هستین و با رعایت کردن همین حرف من میتونین از سرمایه‌تون محافظت بکنین. خب دیگه بیشتر از این وقت رو از دست ندیم، میریم روی سیستم. چطوری من معامله میکنم و تاییدیه ورود میگیرم و چطوری از معامله خودم خارج میشم. دوستانی که در لایف ترید ها همراه ما هستم بارها از من شنیدن که میگم امروز کلوز دیلی بسته میشه، این هفته کلوز هفتگی بسته میشه و بسیار برای من مهم هستش. خب این کلوز دیلی و ویکلی ها به ما چه چیزی رو نشون میده؟ برای چی برای من مهم هست؟
به خاطر اینکه این کلوز ها به من نشون میده و البته هر تایم فریمی رو جدا مقایسه میکنم، یعنی نمیام مثلا ویکلی و دیلی رو با هم ببینم، ساعتی و دیلی نه، مولتی تایم فریم نه، همون ساعت. الان شاخص داو جونز هستیم تایم فریم ویکلی. میخوام در مورد آخرین تحلیلم روی مارکت باهاتون صحبت کنم. زمانی که قیمت روی 34,000 بود از اینجا رشد کرده و برگشته و اول از همه این ریزش رو گرفتیم و دوباره باز برگشتش رو خدمتتون، اصرار زیاد به ریزش مارکت داشتم که مارکت نمیتونه الان بره بالا. تاییدیای این تحلیل رو من چطوری میگیرم؟ به عنوان مثال فرض کنین اوکی، ما اولین بار رفتیم بالا، اینجا یک بیسی داریم. بذارین یک لایوت جدید باز کنم، چون من همین چند تا خط خطوط کوچیک رو هم احتیاج دارم برای تحلیل هام، برای شما جدید رسم کنم. خب بریم روی داو جونز. اوکی، اینجا الان مثلا داو جونز هست، دیلی رو داریم میبینیم. مثلا من همون ویکلی رو خدمتتون میارم، یا بذارین همون دیلی رو بگم که بهتر کندل‌ها واضح وضوح بیشتری دارن. به عنوان مثال زمانی که اولین بار ریخت، خب اینجا میخوام براتون تحلیل رو بگم، دو تا ناحیه رو من الان میخوام مشخص کنم، اینجا تایم فریم بالاتر، این قسمت. خب فقط فعلا کار دارم به همین دوتا، در جلوتر براتون توضیح میدم. اصلا عجول نباشین و اینکه خوب گوش بدین تا متوجه بشین. دوستان به منم، چون الان میخوام برای بچه ها با تمرکز بگم، هر چند دقیقه اشاره کنن که چند دقیقه صحبت کردم و از اینجور صحبت. بچه ها بازار از اینجا حرکت کرده به سمت بالا، داره میرسه، این مقاومت رو رد کرده. خیلی ها میان فکر میکنن اوکی این مقاومت رد شده دیگه، بازار بای شده میره به سمت بالا. اما دقیقا زمانی که اینجا بود و این مقاومت رو رد کرد، ما در تحلیل ها میگفتیم نزدک سل هستش، نزدک اومد پایین. ببخشید داو جونز رو دارم خدمت میگم، اومد پایین. این شادو خیلی حرفه و برای من یک تاییدیه بسیار مهمه. چرا؟ علاوه بر اینکه در پرایس اکشن میگیم ضعف در قسمت شادو هست، یعنی با مارکت شاخص داو جونز در روند صعودی با این پینباری که زده ضعف داره، اما مهمتر از اینها من یک عرضه قوی روی قیمت حدود 35,000 دارم و مارکت رفته این رو تست کرده، دقیقا برخورد کرده. ببینید من این عرضه رو کشیدم با توجه به این قسمت کشیدم، اما نیومدم بگم آها اینجا شادو خورده بیام یه بیسی بکشم بخوام بعد از اینکه مارکت شکل گرفته براتون بگم، نه، میخوام قشنگ موضوع رو متوجه بشین. اینجا یک بیسی دارم، دقیقش رو بکشم از این قسمت تا این قسمت. خود همین بیس جای جالبی هست، یه کندل اینگالف داره کامل پوشونده و استارت یک روند ریزشی قوی، پس جای محکمیه. در تایم فریم دیلی هم داریم میبینیم و بسیار تحلیل پذیره و اینجوری نیست بگیم فیل شدنش به همین راحتی است. تست شد مارکت، اومد پایین، اینجا به من داره میگه انقدر که عرضه قوی هست که مارکت حداقل از عرضه دیلی تا حمایت عرضه تقاضای دیلی حرکت میکنه. خب تقاضای دیلی من اولین جایی که میبینم کجای بعد از این قسمته، درسته؟ اومدیم اینجا، دقیقا مارکت از اینجا، خب ما میتونستیم سلش رو بگیریم بیایم اینجا. پس اولین نشونه من اینه که من ناحیه‌های مد نظرم تاییدیه بگیرم که یکی از اون تاییدیه یا کندل های پینباره یا اینکه کندل های اینگالف یا اینگولف و به سمت و انتظار دارم از اون مقاومت تا حمایت در همون تایم فریم حرکت داشته باشه. خب این یکی از ترید ها هستش. بعد باز مارکت از اینجا حمایت شده، اومده بالا. بالا اینجا بسیار مهم هست دوستان. چرا میگم اینجا دیگه ما میریم تایم فریم، حالا هفتگی بهتون میگم، اگر مارکت از اینجا حرکت کنه و بتونه کلوز بالاتر از قیمت 34500 بده، 100 درصد که میتونه تا 35200 حرکت کنه و از 35200 را هم چون یک بار تست کرده احتمالش بالاتر میره که شکسته بشه. بنابراین اینجا
کلوز کندل ها بسیار برای من اهمیت داره. و چه اتفاقی افتاد؟ مارکت رفت بالا رفت بالا، اینجا کندل سبز بسته شده، من دقیقا با موس میرم روی همین کندلی که کلوز هست، کلوز هفتگی، برای شما رسم میکنم دوستان عزیزم، که بذاریم من ماژیک رو پیدا کنم. ماژیک، آها این قسمت بود، نه این قسمت نه، اینجا بود، این قسمت که برای شما خط میکشم، یه خط کلوزی داره. من از ترند ها استفاده میکنم، این ترند رو انتخاب میکنم که قشنگ بیفته. ببینید کلوز هفته اول زیر اینجا بسته شده، خب، و اگر این هفته انقدر قوی میومد بالای اینجا بسته میشد، من هر پایین زدنی رو فرصت لانگ میدیدم و در تایم فریم های پایین، مثلا 15 دقیقه 5 دقیقه، اینجا مولتی تایم فریم به درد میخوره، یه جایی که ریسک و ریوارد خوب به من بده معامله لانگ میگرفتم به تارگت 35000. اما حالا که کلوز پایین تر داده، دوباره دنبال موقعیت های سل هستم براش تو این تایم فریم هفتگی. ببینید تا نزدیکی های این کلوز ها حرکت کرد و دوباره فشار فروش، و این فشار فروش نتونست اندفعه این عرضه رو رد کنه. پس ما در یک تریدینگ رنج قرار گرفتیم که یک سقف مشخص داریم، یک کف مشخص، و از اینجاها بود که من این بالاها میرفت، این کندل دوجی بسته شد، گفتم مارکت تمام، یک اصلاح میزنه و تا 32000 میاد، عددی که بارها بارها توی لایف ترید گفتم، و دقیقا تا 32000 و حتی پایین تر 31500 پایین اومد. فقط یه چیزی که باید در نظر بگیریم، بعضی مواقع هستش که مارکت میتونه از نظر زمانی طول بده، بیشتر طول بکشه. به عنوان مثال اینجا ببینید، حتی این فرم هفتگی، یک هفته، دو هفته، سه هفته مارکت توی اون تریدینگ رنج بود، دوجی زد، اصلا یه چیز عجیب غریب، چون بین یک حمایت و یک مقاومت قیمت گیر کرده بود و مارکت دنبال یک دلیلی بود که حرکت کنه به کدوم سمت، مقاومت رو بشکنه بره به عرضه برسه، یا از اینجا چون ضعف دیگر اینجا خریدار وجود نداشت، فروش قوی. و الان رو هم باز براتون تحلیل کنم، مارکت الان یک کلوزی داده پایین تر از این قسمت. حالا اینجا رو دقیق نمیتونیم یک عرضه حساب کنیم، ببخشید یک تقاضا حساب کنیم، تو تایم فریم دیلی باز بهتر میشه این موضوع رو ببینیم، دیلیش هم زیاد جالب نیست. و خب حالا اینجا یک کفسازی انجام داده، مهم هست برای روند صعودی داو جونز بتونه یک حرکت مثبتی داشته باشه، چون داخل ویکلی ما از حدود قیمت 32700 تا 33300 یک عرضه داریم، این عرضه رو بتونه بشکنه به سمت بالا، وگرنه از اینجاها چون اومده که روز پایین تر داده میتونه برگرده از اینجا تا بالا و بعد بریزه. جمع‌بندی کنم براتون، طبیعتا خیلی مفصل‌تر و ریز میتونیم بیشتر مسئله رو بهش دقت داشته باشیم، ولی خواستم به زبون ساده بدون اینکه گیج بشین با هر اطلاعاتی که دارین توجهتون رو جلب کنم به اینکه چرا برای من اهمیت دارن کلوزهای هفتگی و دیلی و حتی یک ساعته و چهار ساعته. از زیر تایم فریم یک ساعت زیاد کلوزها اهمیت ندارن، توی حالا اسکلپ میشه گرفت، اما برای روندگیری اعتبار کمتری دارم و من خودم شخصا از 4 ساعت به بالا برای ترند ها سیگنال میگیرم و یک تاییدیه میگیرم. این موضوع رو خدمتتون گفتم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. و برای خروج فقط بخوام خیلی خلاصه در حد یک دقیقه بگم، سعی کنید اگر بروکرتون و اگر از متا ترید 5 استفاده میکنین که کاملا قابلیت پارشیل اکسیت رو داره، اما اگر از بروکری استفاده میکنین که قابلیت پارشیل اکسیت نداره، به جای اینکه بیاین یک حجم مثلا 0.3 لاتی بگیرین، 0.3 بگیرین تا بتونین در طول مسیر اون سیو سود خودتون رو انجام بدین. ببینید مثلا به عنوان مثال کسی که اینجا تحلیل میکرد، توی تایم فریم دیلی هم هست که بازار میخواد بریزه تا 32000، اینجا سل داشت، بازار میامد اینجا، باز برمیگشت، باز اومده پایین، باز برمیگشت، ولی توی لایف ترید ها بود که هیستوری رو روی چارت بهتون نشونم، بارها هی سل سیف سود، باز بیاد بالا سل سیف سود، این معاملات مختلف رو هی انجام دادیم و سود رو از بازار گرفتیم و نذاشتیم که مارکت ما رو بدون سود بیرون بندازه.
و آخرش هم که تحلیل انجام شد. بنابراین من فاکتور زمان رو هم حتما در نظر بگیرید که با توجه به اینکه در هر تایم فریمی تحلیل میکنید و همون اندازه هم باید صبر داشته باشین، چرا که هر یک کندل مثلا در تایم فریم هفتگی یک هفته طول میکشه، همون یک کندل در تایم فریم 10 دقیقه طبیعتاً 10 دقیقه طول میکشه و شما اگر 5 تا کندل توی 10 دقیقه ببینید یک تحلیل داشته باشین، 5 کندل آینده میشه 50 دقیقه، کمتر از 1 ساعت، اما اونجا میشه 5 هفته و بیشتر از 1 ماه. و انتظارات نداشته باشین که به محض اینکه شما حالا یک تحلیل و یک تاییدیه گرفتین مارکت به سمت تارگت شما حرکت کنه. امیدوارم که براتون این توضیحات مفید بوده باشه و بتونم بهتون کمک کنم. خیلی خوشحال شدم، شما رو به همکاران عزیزم می سپارم.